سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی بوده باشه امینی وایتی هستم و توی این آموزش میخوایم با استفاده از IPv6 لوکالی که خودمون میسازیم بیایم و تانل دکود مدور رو با هم دیگه بزنیم و این اختلال هایی که روی ریورس تانل یعنی آموزش قبلی داشتیم رو به کلی برطرف کنیم من این رو کامل تست کردم و توی این روش تانل از IPv6 که استفاده می کنیم به راحتی مشکل این اختلال ها مخصوصا توی اینستاگرام، تلگرام یا هر جای دیگر رو برطرف می کنیم پس اگر آماده اید ویدیو رو حتما لایک کنید تا بریم سراغ آموزش من مثل همیشه دو تا سرور از هتسنر خریداری کردم اسم یکیش رو گذاشتم سرور خارج و اون یکی هم سرور ایران هیچ کدوم از این سرورها IPv6 ندارن و ما خودمون میخوایم IPv6 بسازیم براشون اما چون توی ویدیوهای قبلی اومدم و آموزش ساخت IPv6 رو براتون قرار دادم دیگه زیاد بهش نمیپردازیم منتها نکته که اینجا وجود داره این هست که من توی آموزش های قبلی اومدم از این IPv6 استفاده کردم که نمیدونم حالا دلیلش دقیقا چیه فکر کنم نوع IPv6 هست که وقتی که این نمونه IPv6 آی رو من می اومدم وارد میکردم توی روش دکود مدور جواب نمیداد بهم و ارور EOF دریافت می کردم به همین خاطر اومدم یه نمونه IPv6 پی دیگه پیدا کردم که این رو کامل تستش کردم و این نمونه IPv6 آی به راحتی روی دکود مدور جواب میده پس این رو حتما بهش توجه داشته باشید غیر از این چیز مهمی وجود نداره توی این بخش اگر آموزش ساخت IPv6 لوکال رو توی ویدیوهای قبلی دیدید میتونید ویدیو رو بزنید جلوتر و ادامه آموزش رو ببینید من ابتدا میام روی سرور ایران و سرور خارجم اپس آپدیت رو میزنم بالای سرور ایران من هست و پایینی هم سرور خارجم روی هر دوتاشون اجرا میکنم این دستور رو و بعد از اینکه که سرورم آپدیت شد میام دستور شماره دو رو روی سرور ایران میزنم همچنین روی سرور خارج هم این کار رو میام انجام میدم چون مراحلش تقریبا یکیه میایم پایینتر تر این دوتا وی 6 که براتون گذاشتم این که آخرش دو داره برای سرور ایران هست این که آخرش یک گذاشتم برای سرور خارج هیچ فرق هم نمیکنه میتونی جابجا جا هم بزنی زیاد مهم نیست خب اولی رو کپی میکنم میام جایگزین این IPv6 میکنم در اینجا آخرش اسلش 64 رو حتما قرار بدید قسمتی که نوشتم لوکال IP سرور ایرانم رو باید وارد کنم میام IP سرور ایران رو کپی میکنم این قسمت قرار میدم و قسمت ریموت آی پی سرور خارج من رو میخواد میام این رو قسمت ریموت قرار میدم و حالا میام این دستور رو میگیرم کپی میکنم اینجا قرار میدم کنترل X وای و اینتر رو میزنم برای نهایی کردنش میام دستور شماره دو رو کپی میکنم اینجا میزنم و اینتر تا این IPv6 من اوکی بشه حالا برای اینکه سرورمون اگر ریبوت شد یا ریستارت شد نخواهیم مجددا کارها رو بکنیم میایم با این دستور شماره چهار اون رو سیو میکنیم که هر بار سرورمون ریستارت شد دیگه نخواهیم این کارها رو دوباره انجام بدیم میایم چیزی که این بالا هست IPv6 که این بالا ساختیم رو در قسمت آدرس قرار میدیم و IPv6 سرور خارجمون رو اینجا قرار میدیم و حالا میام این رو کپی میکنم کنترل X وای و اینتر رو میزنم و در نهایت با دستور پنجم میام یه بار نتورک سرورم رو ریستارت میکنم تا این عملیات انجام بشه حالا اگر بزنم IPA و اینتر کنم توی این قسمت میبینید که IPv6 من اینجا اضافه شده کارمون فعلا اینجا با سرور ایرانمون تموم شد میام سریع همین کار رو توی سرور خارج هم انجام میدم APT update رو که زدیم دستور شماره دو هم وارد کردیم یه دونه نت پلن باهاش باز کردیم اینجا میام IPv6 سرور خارجم رو اینجا قرار میدم در قسمت لوکال این بار باید IP سرور خارجم رو بذارم و در قسمت ریموت آی پی سرور ایرانم رو دقیقا برعکس باید بیام این کار رو انجام بدم و در نهایت این دستور رو کپی کنم داخل سرور خارج قرار بدم کنترل ایکس وای و اینتر رو بزنم با دستور شماره سه اون رو نهایی کنم با دستور شماره چار بیام اون رو سیف کنم که اگر سرور ریستارت شد دوباره خودش اجرا بشه این رو میام کپی میکنم اینجا قرار میدم مجددا اینجا هم قرارش میدم منتها یک رو اینجا میکنم دو دوستان IPv6 که میخواید استفاده کنید سعی کنید مثل من نباشه این عدد 132 رو به هر عدد دیگه میتونید تغییر بدید یه چیزی برای خودتون تغییر بدید که شبیه به هم نباشه و به مشکل نخورید این رو اینجا قرار میدم کنترل X Y و این رو هم میزنم و با دستور شماره 5 میام اون رو سیوش میکنم تموم شد و رفت حالا اگر اینجا هم یه آی پی ای بگیرم میبینید که در این قسمت آی 6ی که من ایجاد کردم اضافه شده حالا توی این مرحله ما باید بریم سراغ نصب پنل صنایی یا هر پنل دیگه‌ای که دارید اگر هم از قبل پنل صنایی دارید مشکلی نداره میتونید از همون هم استفاده کنید من چون روی هیچ کدوم از سرورها پنل صنعتی نصب نکردم میام سریعاً روی دوتا سرورم پنل سنایی رو نصب میکنم فرقش دقیقا همین هست شما قبلا فقط پنل سنایی رو میومدید روی سرور خارج نصب میکردید اما الان توی این روش باید بیاید پنل سنایی رو روی سرور ایران هم نصب کنید من پس دستور نصب پنل سنایی رو, رو روی هر دو تا سرور خارج و ایرانم هم وارد میکنم تا شروع کنه به نصب کردن منتظر میشم تا نصبشون تموم بشه به این نکته حتما توجه داشته باشید چه روی سرور خارج چه روی سرور ایران هر پورتی که شما انتخاب کردید دقیقا باید روی اون یکی سرور هم همون پورت رو بیایید انتخاب کنید من روی سرور ایرانم پورت 253 رو برای ورود به پنلم قرار دادم روی سرور خارج هم پس باید بیام دقیقا همون پورت رو قرار بدم دوستان ما الان هم IPv6 لوکالمون رو روی رو دوتا سرور ردیف کردیم هم اومدیم پنل صنایع رو روی دو تا سرور قرار دادیم حالا میام لاگین میزنم به هر دو تا پنلم خب اینجا ادمین میزنیم یک دو سه چار پنج توی سرور ایران هم دقیقا همین رو گذاشتیم وارد سرور ایران هم میشیم خب دوستان نکته ای که اینجا وجود داره روی سروره خارجتون توی قسمت این باند شما اگر از قبل کانفیگ دارید ممکنه مثلا 10 تا 20 تا این باند اینجا ساخته باشید خب از اونها هم میتونید استفاده کنید توی این روش به عنوان مثال من یه دونه این باند میسازم مثلا یکیش پروتکل ویلس هست با این پورت رندوم ترانسمیشن هم همون تی سی پی هست ریکوست هدر هم مثلا میذارم هاست اینجا این هم میذارم علی بابا داتای آر شما هر چیز دیگه اینجا میتونید بذارید تست کنید برای خودتون ببینید کدوم بهتر بهتون جواب میده فکر کنم اسپید تست بذارید بهتر جواب بده کریت رو من میزنم یه دونه این باند اینجا میسازم یکی دیگه میسازم این بار اصلا از نوع ویمس باشه کریت رو من اینجا میزنم تا این این باند هم ساخته بشه فرقی نمیکنه روی سرور خارجتون شما چه نوع این باندی دارید فقط توجه داشته باشید که به هیچ وجه کانفیگ ریالیتی روی سرورتون نداشته باشید و بخواید تانل دکود مدور بزنید چون سرور ایرانتون بسته میشه ریالیتی رو پس بیخیال بشید ولی کانفیگ از نوع وب سوکت یا تی سی پی اگر بزنید مشکلی نداره پس به این نکته توجه داشته باشید من دو تا این باند ساختم حالا میخوام با استفاده از تانل دکود مدور بیام اینها رو متصل کنم به سرور ایرانم میام توی سرور ایران بخش این باند اد این باند رو میزنم اینجا پروتکل رو شما دیگه میایید میذارید روی حالت دکود مدور بعدش پورت رو میایید پورتی که توی سرور خارجتون داشتید کپی میکنید مثلا این پورت اول رو من کپی میکنم جایگزین این پورت میکنم پایین ترم یه قسمت دیگه برای پورت هست اینجا هم اون رو وارد میکنم در قسمت تارگت ادرس بعد شما بیایید IPv6 سرور خارجتون رو وارد کنید به همین راحتی IPv6 سرور خارج رو من اینجا وارد کردم کریت رو میزنم تا این تانل بشه یه دونه این باند دیگه میسازم مجددا پروتکل رو میذارم کد مدور برمیگردم توی سرور خارج پورت این باند بعدیم رو کپی میکنم اگر 10 تا 20 تا این باند داشتید باید یکی یکی دیگه بیاید این کار رو انجام بدید اینجا پورت رو قرار میدم اینجا هم قرار میدم مجددا قسمت تارگت میام IPv6 سرور خارجم رو وارد میکنم و کریت رو میزنم حالا نکته ای که اینجا وجود داره ممکنه که شما توی کلودفلر فلر یه دونه ساب دامین ساختید و میخواید کانفیک ها رو ببرید زیر ساب دامین آی پی تون رو ببرید زیر ساب دامین توی کلودفلر فلر کافیه که برید آی پی سرور ایران رو ببرید زیر اون سابدامین دامین بعدش بیایید کانفیگی که ساختید رو مثلا یه دونه کاربر اینجا من میسازم اینجا کانفیگتون رو کپی میکنید کانفیگ رو باز میکنید اینجا میتونید بیایید یا مستقیم آی پی سرور ایرانتون رو وارد کنید یا اگر بردید زیر ساب دامین کافیه که ساب دامین رو بیایید اینجا وارد کنید تا این تانل برقرار بشه حتما باید این کار رو انجام بدید به همین راحتی شما میتونید تانل دکود مدر رو برای خودتون اجرایی کنید اختلال هایی که روی ریورس تانل داشتید به کلی برطرف میشه و از این روش به خوبی میتونید استفاده کنید و چون دارید ترافیک رو از طریق IPv6 عبور میدید شناسایی سرور خارجتون مشکل میشه امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید اگر هنوز عضو کانال تلگرامی ما نشدید لینک کانال توی دیسکریپشن ویدیو وجود داره میتونید روی لینک بزنید و عضو کانال ما هم بشید موفق و پیروز باشید